شهر مونترو در کنار دریاچه ژنو سوئیس. فردای روزی که مخالفان توافق فضای مذاکرات را مهالود کردند، همچنان کوهی از کار باقی است. این سومین روزی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای گفتگو با همتای ایرانیش به محل مذاکرات آمد. در این دور مذاکره هم همه هستند، از حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گرفته تا ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و هلگا شمید، نماینده اتحادیه اروپا. بحث بر سر فرمول و زمان محدودیت غنی‌سازی ایران است. آمریکا از 10 سال حرف می‌زند. 10 سالی که باید در آن سانتریفیوژهای ایران تقریباً 1/3 تعداد کنونی باشد، ولی کم کم با عادی شدن برنامه هسته‌ای به تعدادشان اضافه خواهد شد. بعد از پایان مذاکرات امروز، وزیر خارجه آمریکا علاقه چندانی نداشت که در مقابل دوربین خبرنگاران قرار بگیرد. او بعداً به خبرنگاران آمریکایی همراهش گفت اختلاف‌های جدی همچنان باقی است و انتخاب‌های دشوار پیش روی دو طرف. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم می‌گوید مذاکرات پیشرفت داشته ولی کار زیادی باقی مانده. وزیر خارجه آمریکا شهر مونترو را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد. آقای کری قرار است ملک سلمان، پادشاه عربستان، را در جریان مذاکرات این 3 روز قرار دهد. آخرین باری که ریاض طرف مشورت بود، فضای مذاکرات تاریک شد. این بار هم شاید، اما هنوز بارقه امید باقی است. امیر پایور، BBC مونترو.